هفتمین روز خرداد ماه برابر با 28 می سال 1271 خورشیدی برابر با 1892 میلادی، در گذشت ارنست رنان، ادیب و فیلسوف فرانسوی. در گذشت جوزف ارنست رنان، ادیب و فیلسوف فرانسوی که در آثارش الگوها و نمونه‌های رسمی عقاید را که به مردم معرفی شده بود مسخره می‌کرد و در این حال که تنها عقل را برای حاکمیت می‌پذیرفت، مرکز شکاکیت فکری نیز بود. از این رو رنانیزم عبارت از سبکی است که همه اندیشه‌ها و افکار را در زمینه نسبیت بررسی می‌کند و هیچ گونه تعبد و مطلق بودن را بر نمی‌تابد. ارنست رنان سرانجام در 69 سالگی درگذشت. سال 1321 خورشیدی برابر با 1942 میلادی، اولین شماره روزنامه کیهان به عنوان نشریه جانشین آینده ایران در تهران و با صاحب امتیازی عبدالرحمن فرامرزی و سردبیری مصطفی مصباح زاده آغاز به کار کرد، اما کمی بعدتر در 20 دی همان سال، زمان تجدید مجوز نشریه کیهان، جای صاحب امتیازی و سردبیر عوض شد. با اینکه قلم فرامرزی برای خوانندگان آشنا بود و او مقالات اصلی کیهان را می‌نوشت، اما سالها طول کشید تا این نشریه جایگاه واقعیش را در میان مخاطبانش پیدا کند. پیشرفت در واقع از آنجا آغاز شد که کیهان با آنکه 17 سال از اطلاعات جوانتر بود، دست به کار رقابت با روزنامه پیش کسوت‌تر شد. هر دو روزنامه عصرها منتشر می شدند، پس در ابتدا کیهان به اقتباس از اطلاعات صفحه نیازمندی ها ایجاد نمود و برای جلب مشتری تا مدتها همان آگهی های صفحه نیازمندی های اطلاعات را به رایگان برای صاحبانشان چاپ می کرد. سپس ایجاد صفحه حوادث در دستور کار قرار داده شد. اقدام بعدی کیهان تولید نیم صفحه‌ای به سبک روزنامه‌های اروپایی برای داوطلبان ازدواج با عنوان ازدواج سهل و آسان بود. با وجودی که انتشار چنین مطالبی قبلاً در نشریات ایرانی سابقه نداشت، اما این اقدامات سبب شد تا تیراژ روزنامه کیهان همپایه روزنامه کهن‌کار اطلاعات شود و این برای روزنامه جوان کیهان یک پیروزی غیرقابل باور به شمار می آمد. روزنامه با سابقه اطلاعات که خود را بازنده میدان رقابت می دید، در یک اقدام جدید به ابتکار تورج فرازمند سردبیر وقت، روش پرداخت دستمزد به اعضای تحریریه را تغییر داد و اعلام کرد از آن پس قیمت گذاری و پرداخت دستمزدها هر دو هفته یک بار و بر اساس جالب و اختصاصی بودن مطالب خواهد بود. این ابتکار مؤثر افتاد، پس کیهان هم سریعاً به اقتباس این روش پرداخت. کار انتشار کیهان بی‌وقفه تا آستانه انقلاب با آخرین سردبیر آن سالهایش امیر طاهری ادامه یافت، تا اینکه با نزدیک شدن انقلاب سال 57 شورای سردبیری کیهان نیز شکل تازه‌ای گرفت و این بار رحمانی هاتفی سکاندار این کشتی با سابقه مطبوعات ایران شد.